یک شنبه دوم آذر، آسمان تهران چون چشمان من میگریست. آسمان ایران میگریست برای چنگیز جلیلوند که ویروس بیمروت مجالش نداد. دوشنبه سوم آذر، صفحه اول همه روزنامه های صبح تهران پر بود از تصویر جلیل، از تصویر خندان چنگیز جلیلوند. همه با گلستان گلستان واژه های خوشبو از او نوشته بودند. و من در آذر ماه 82 سالگی با ذهنی خزان کرده توهی شدم از واژه های درخشان که در ستایش او بگویم، از آتش نبوغی بگویم که در وجود او شعله می کشید و به هنر دوستان، به سینما دوستان گرما می بخشید. برای سپاس از 63 سال دوستی بگویم که از میانه بهار 36 تا پاییز غم‌انگیز 99 دوام آورد. چنگیز جلیلوند و من به اتفاق کارهای بیاد ماندنی بسیار به یادگار گذاشتیم. در دو نمایش شنیداری رستم و سهراب و بیژن و منیژه او نقش رستم را اجرا کرد، چون رستم هنر ایران بود، رستم دوبلاژ ایران بود. و حالا رستم دوبلاژ ایران به تیر شغاد، به زخم ویروس بیمروت بر خاک افتاده و نیست تا رستم و اسفندیار را بگوید. هنر ایران تسلیت، سینما ایران تسلیت، دوبلاژ ایران تسلیت، فارسی زبانان دوستدار سینما تسلیت، نیلوفر جلیلوند تسلیت، فریبا جلیلوند تسلیت، خشایار جلیلوند تسلیت، خاندان آتش رنگ تسلیت، فریبرز روشن ضمیر تسلیت، نوه های گرامی چنگیز عزیز من تسلیت، 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 تسلیت.